که ما خوابیم آقا پلیس بیداره. من نباید راضی باشم که خانم باید راضی باشه. هر کس ناراحته میتونی جمع کنه بره اونجایی که رفاه هست. و این ازدواجشون توی جهان خوش به حالی که با آرزو رسیدی. بلاخره ای من ریدم به این زندگی، ای من شاشیدم به این بخت و اقبال، ای توف این روزگار که اگه هرچی تا صبح بگم کمه به خدا. این دقیقا همون جاییه که بهمون وعده داده بودن. این همون بهشتیه که روی زمینه ولی ما تو آسمونا دنبالش میگردیم. آره احسان کوروشو ولش کن، اینجوری سهم بیشتری هم میگیریم. بیا بالا. اگه سهم بیشتری میخوای منم نیستم، تو رفاقته. احسان واسه چی این کارو کردی؟ چرا خودت باهاش رفتی؟ داداش رفاقت تو اون داره. روز اول بهت گفتم تا آخر خط باهاتم، ولی این مردی که مال رفاقت نبود الان هم برگشتم. یه شعری خیلی قدیم بود که میگفت خوشا جرمی که همجور من تو باشی، تا آخرش کنارتم. سراجی نیستم، اخراجی نیستم. دم مامورا گرم که بعد تیراندازی اجازه دادن تو یه ساعت دیالوگ بگی. داداش اون تایمی که داشتی حرف میزدی خیلی راحت میتونستین فرار کنین و تو رو هم حرفاتو میزدی. هندی بازی ها چیه؟ آقا پلیس رفته بود چیپس و پفک برای بچه هاش بگیره. زود قضاوت نکنید، برمیگرده و اینا رو دستگیر میکنه. از قدیم گفتن شبا که ما خوابیم آقا پلیس بیداره. آره دستتون درد نکنه، خیلی قشنگ شده. نگم برات، من نباید راضی باشم که خانم باید راضی باشه. فکر نمی کنم خانمم دیگه بذاره برم بیرون مای لبا. کی تو رو قشنگت کرده، مست و ملنگت کرده ها؟ کی تو رو تمیزت کرده، مهره گیزت کرده؟ برو برانشو برانشو تاک مسته ای لحیمت کرده، خجالت کرده. کی تو رو شهیدت کرده؟ لبون دوستان، اینم یه کار خفن و جذاب برای محمد زهرای عزیز. بعد میگن چرا دخترها ازدواج نمی کنند یا شوهر کمه. خب همین چیزها رو میبینن که بیخیال ازدواج میشن. کوروش آسوده بخواب که فرزندانت بیدارن. و بچه جورش هم بیدارن. ما آمریکا زندگی میکنیم، هفته یه دفعه میایم سر چشمه آب تصفیه شده میگیریم. خفه شو بابا. آمریکا با اینکه یه کشور پیشرفته شناخته میشه ولی آب لوله کشی به شدت آلوده ای داره و به درستی این آب تصفیه نمیشه و علاوه بر این که عناصر سرطان‌زایی مثل آرسنیک داخل آب به مقدار خیلی زیادی و بیش از حد مجاز وجود داره، در بعضی از شهرها به دلیل عدم تصفیه مناسب به شدت آب هورمونی داره. این که ناراحتی نداره دخترم، برگرد کشورت آب لوله کشی بخور که دچار این نوع بیماری ها نشی. هر کس ناراحته میتونی جمع کنه بره اونجایی که رفاه هست. شما هم جمع کن برگرد بیا اینجا که کلی رفاه هست عزیزم. ازدواج کوتاه قدترین و بلند قدترین خانم و آقای دنیا، جیوتی آمگه، هندی، با 62 سانتیمتر قد، با یه ورزشکار هندی که از قضا بلندترین فرد هند به شمال میره ازدواج کرده و این ازدواجشون توی جهان جنجال زیادی به پا کرده و باعث تعجب همه شده. به نظر شما چه اشتباهی در این ازدواج رخ داده که باعث تعجب همه شده؟ اگه شب عروسیش میشه شب فوتش که. ای بابا، خلاصه این که خدا رحمتت کنه. آره فکر کنم به این میگن زن جیبی، مخصوص پر کردن اوقات بیکاری و از این داستان هاست. هر جوری دارم مثبت فکر میکنم نمیشه، آخه با اولین حرکت از حلقش میزنه بیرون. که اگه بهت میگه عزیزم اینو براش بپوش، اگه بهت میگه همسرم در دور اینو براش بپوش، اگه بهت میگه قشنگم اینو براش بپوش، اگر بهت میگه عشقم اینو براش بپوش، اگرم بهت میگه دخترم. منتظری بگم چی بپوش؟ چیزی نپوش، فرار کن، فرار. بذار یک حقیقتی رو بهت بگم، شما بهترین و خفنترین و گرانترین یا برعکس داغونترین لباس هم که بپوشی برای مرد فایده نداره. اصلا به این چیزا توجه نمی کنه، در جا در میاره کارشو میکنه و تموم. پس خودتو علکی خسته این چیزا نکن.
سلام، توی کلینیک معاینه کاش ابرو انجام دادم، همونطوری که میخواستم برام انجام دادم. خیلی عالی، خیلی رضایت دارم. مبارکت باشه عزیزم. کاملا مطابق سلیقه خودت بود. بله، عین عمل که درد نداشتی اصلا. باید بگی کاشت مشتری برای ابروی عزیزمون، اینجوری قابل درکتره. بله، این دفعه دیگه پرواز میکنی، قول میدم ایزوگامکاری ابروی مشتری عزیزمون با موفقیت انجام شد. شاید میخواسته خودش رو شبیه سرنتیپیتی کنه، البته تفلک تا حدودی هم شبیه شده. آره، الاسپایدرمن خرب الدنیا جدعان، الاسپایدرمن.